بعد از حمله های ناکام قبلی توسط دول مختلف قبل، شاه عباس صفوی موفق به دستیابی به منطقه ماکو و کوه قیه شد. بعد از دستیابی به این منطقه، سنگ نوشته ای رو در دل اونجا گذاشت که متنش رو براتون میخونم: یا الله، یا محمد، یا علی. این قلعه که اسم او قبان بود، ضرب المثل همه جهان بود. عباس شه آن که دولت و فر، هر روز ز روز او فزون بود. فرمود خرابی این مکان را، چون خانه مکر و مفسدان بود. یه توضیح رو باید عرض کنم، اونم اینه که اسم این قلعه قبان هست، ولی در این روزها و این ایام که ما درش قرار داریم، به علت حالا تغییرات جوی که رخ داده یا بارانهای اسیدی، هر اتفاق دیگه‌ای، اسم این قلعه عیان خونده میشه در کتیبه. باغات و قلا کوه و عرضش در عرض دو ماه بینشان بود. از ضربت تیشدار کوه بر، سنگش به هر طرف روان بود، یا به همه طرف دوان بود. از ضربت تیشدار کوه بر، سنگش به همه طرف دوان بود. سرکار غلام شه زیسته، تاریخ قند برای آن بود. هر کاری که کرد اکبر از صدق، چون نقش بر سنگ در جهان بود. ماکوی قدیم و قلعه شهر قابان ماکو در زیر صخره بزرگ قیه که مانند چتری این شهر را در بر گرفته واقع شده است. از بخش‌های مهم این قلعه میشه به ارگ مرکزی یا ارگ امیری، قلعه میانکوهی که داخل سنگ قیه حجاره شده است، قلعه پایینی یا بخش شارستان، حمام صفوی، خانه سفر علی خان که خانه قاجاری هست، جوی مسجد یا مسجد حضرت ابوالفضل، چشمه های متنوع و تونل هایی که در زیر این قلعه اجرا شدند. همچنین بر اساس مطالعات باستانشناسی و کارهای مرمتی که انجام شد، این قلعه شهر دارای سیستم فازلاب از تنبوشه های سفالی بوده است. تاریخ این قلعه بر اساس بررسی‌های باستانشناسی که انجام گرفته سال 95 برای داده‌هایی برای سالیان قبل از تاریخ، دوره تاریخی و بیشتر داده‌هاشون مربوط به دوره اسلامی هست. عرضم خدمتتون، از ظرفیت‌های گردشگری این قلعه میتوان به ظرفیت ورزشی مانند صخره نوردی، پله نوردی، همچنین ظرفیت مذهبی این قلعه که به عنوان حالا مسجد حضرت ابوالفضل در ایام مذهبی سال اشاره کرد. در سال 95 بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ما بین میراث فرنگی و منطقه آزاد برقرار شد، این قلعه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و همزمان مرمت‌های اساسی در ارگ اصلی، برج و باروها و حمام صفوی، همچنین زینبیه و جوی مسجد انجام شد.